و به طور مشخص دلار که روی زبان ماست به عنوان نماد ارز، ماجراش چیه؟ یعنی چی الان داره، چه اتفاقی میفته که همینطوری این داره میره بالا و ما هم نمیتونیم مثلا پیش بینی بکنیم؟ یعنی امروز دیروز هر لحظه ممکنه این هی تکون بخوره، چه اتفاقی داره میفته؟ خیلی ساده برامون توضیح بدید. بله، خیلی ساده این است که متاسفانه بانک های به اصطلاح خصوصی در کشور عملا با مشکلات جدی مالی روبرو هستند و دولت و مجلس تصورشون بر این است که با افزایش قیمت ارز بتوانند منابع کافی برای جبران خطاهای بانکداری به اصطلاح خصوصی رو تأمین کنند. بخش قابل توجهی از سپرده های مردم نزد این بانک ها مشخص نیست کجاست و بخش قابل توجهی هم در همین چند سال اخیر به بدهی بانک های خصوصی حتی به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده که عمدتاً نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان فقط این بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند. بنابراین و اینا قادر به عملاً تأمین این کسری هاشون نیستن. دولت و مجلس با هم تصمیم گرفتن که این رو از جیب مردم تأمین کنن، یعنی با افزایش قیمت ارز عملا این اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل مردم شب میخوابن صبح پا میشن میبینن که 30% 20% از پسندازشون تو بانک ها ارزشش رو از دست داده و اینکه قدرت خریدشون به شدت کاهش پیدا کرده.